تحلیف جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا بر ساعت 12 روز 20 ژانویه اول بهمن به وقت واشنگتن. پیام خداحافظی ترامپ در صبح چهارشنبه: در برابر رژیم سرکوبگر ایران ایستادیم و تروریست اصلی جهان قاسم سلیمانی را از بین بردیم. دونالد ترامپ در سخنرانی خداحافظی خود گفت: ما در برابر رژیم سرکوبگر ایران ایستادیم و تروریست اصلی جهان و جلاد رژیم ایران قاسم سلیمانی را از بین بردیم. سنای آمریکا استماع اعضای کابینه بایدن. تونی بلینکن وزیر خارجه جدید: هیچ کس برای نابودی قاسم سلیمانی اشک نمی‌ریزد. بلینکن در پاسخ به سناتور منندس: رئیس جمهور بایدن متعهد است که رژیم ایران به سلاح اتمی دسترسی پیدا نکند. رژیم ایران با اقدامات شومی که انجام می‌دهد خطرناک خواهد بود. چه حمایت از تروریسم، چه حمایت از گروه‌های دست نشانده یا بی‌ثبات کردن منطقه. جنرال لوید آستین وزیر دفاع جدید: رژیم ایران عامل برهم زننده ثبات در منطقه و تهدیدی علیه شرکای ما در منطقه و نیروهایی است که به منطقه اعزام می‌کنیم. مدیر اطلاعات ملی بایدن در کنگره: تا رسیدن رژیم به توافق هسته‌ای راه درازی در پیش است. مراسم تحلیف جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا و معاونش کاملا هریس به عنوان معاون رئیس جمهور برگزار شد. مراسم تحلیف جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا در محوطه بیرونی کنگره آمریکا برگزار شد. ابتدا کاملا هریس معاون جو بایدن سوگند خورد. مراسم سوگند او توسط یک قاضی زن از دیوان عالی آمریکا اجرا شد. Kamala Davy Harris, do solemnly swear. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation or purpose of evasion. Without any mental reservation or purpose of evasion. That I will well and faithfully discharge. That I will well and faithfully discharge. The duties of the office on which I am about to enter. The duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. در این مراسم رؤسای جمهور سابق آمریکا و برجسته‌ترین اعضای سنا و کنگره آمریکا از هر دو حزب شرکت داشتند. دونالد ترامپ در این مراسم شرکت نکرد، اما مایک پنس معاون او در مراسم حضور داشت. به دلیل شرایط اپیدمی کرونا، مراسم تحلیف جو بایدن نسبت به دوره‌های قبل با حضور شرکت کنندگان کمتری برگزار شد. جو بایدن پس از ادای سوگند در اولین نطق ریاست جمهوریش با تاکید بر وحدت تمامی مردم آمریکا این مراسم را پیروزی دموکراسی توصیف کرد. بایدن گفت: امروز شروعی جدید است و کلمه وحدت رمز موفقیت برای آمریکاست. وی از کسانی که به او رأی ندادند نیز خواستار همکاری شد و گفت: من قول می دهم رئیس جمهوری برای تمامی آمریکاییان باشم. Vice President Harris, Speaker Pelosi, Leader Schumer, Leader McConnell, Vice President Pence, my distinguished guests, my fellow Americans, this is America's day. This is democracy's day, a day of history and hope,
of renewal and resolve through a crucible for the ages. America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people, has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed.